دوباره خوش آمدین. هدامی برنامه هست و با شما هستیم. خوشبختانه مهماندار هستیم. آقای عزیز الله استقامت با ما هست، مسئول برگزاری ستاره سخن در ولایت بلخ. خیلی خوش آمدین. صبح شما بخیر. بر نمیخیزی و میخواهی زمان دیگر شود، هم تو پا بر جا بمانی هم جهان دیگر شود. با درود و سلام خدمت تمام هموطنان گرامی، کسایی که اینک ما را بیننده از دریچه تلویزیون پیکان هستند، و همچنان درود و سلام گرم خدمت شما و همکارای معظمتون. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. چرا برنامه جشن وارث ستاره سخن شما برگزار کرد؟ خوب است، در ارتباط جشن وارث ستاره سخن، یعنی هدف از نامگذاری چنین جشن واره یعنی چیست؟ ما میخوایم امروز واقعا معلومات بتوم و او تعداد کسایی که واقعا دنبال پیشرفت هستن، دنبال ازی هستن که خوب سخن بگه و مهارت های سخنرانی را به صورت معیاری و اصلیش آموزش ببینه. خوب است یک اشاره کوتاه و خلاص داشته باشیم. انگیزه ایجاد جشنواره ستاره سخن در سطح ولایت بلخ به خاطر ارتقای ظرفیت جوانا و نهاده نشدن ارزش های انسانی و بالا بردن کیفیت یا فرهنگ سازی برنامه های آموزشی با معیارهای اساسی است که طرح و دیزاین شده، و این برنامه در مدت 6 هفته می باشد و 2 هفته اختصاص برای ثبت نام، یعنی برای راجستر نمودن و تعداد کسایی که علاقمند هستند در این برنامه اختصاص داده شده، و همچنان 2 هفته دیگر برای آموزش یعنی ترینینگ است که توسط مستر ترینرهای که در ولایت بلخ یعنی زیادتر برجسته هستند و همکاری با مادران اینا توسط ای استادای محترم تدریس و آموزش داده میشه. بعد از او به شکل رقابتی، یعنی اینا با سخن گفتن رقابت میکنن و به شکل گروپ وار تقسیم بندی میشه که در این قسمت اینا کوشش میکنه که برنده شود، و خوشبختانه این اولین برنامه‌ای که در سطح ولایت بلخ توسط نهاد جوانان شمال افغانستان این برنامه طرح و دیزاین شده و خیلی خوب است و متفاوت‌تر از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی که ما قبلا در سطح ولایت و نه تنها در سطح ولایت بلخ، در سمت شمال که ولایت سمنگان، سریپول، جوزجان ما برنامه‌های زیادی داشتیم، از جمله این برنامه ما متفاوت‌تر از این برنامه هستند. و من مطمئن هستم جوانایی که در این زمینه اشتراک میکنن و واقعا دنبال پیشرفت هستن، میخواهی که یعنی ظرفیتشان بالا ببرن، اینا کوشش میکنن که چنین برنامه را همیشه دنبال میکنن، و این که ما واقعا برشان چنین زمینه را یعنی از طرف مسئولین دولتی و خصوصی چنین زمینه برشان ایجاد نمیشن، به نظر ما چون که چنین فرهنگ سازی نشده، یعنی چنین در حساب اصلا انگیزی چنین کار نیست. کتله از جوانایی که واقعا انگیزی به خاطر خدمت نمودن برای جوانا داره این برنامه را طرح دیزاین کردن، و خوشبختانه تا فعلا هم تعداد زیادی در این روند ثبت نام کردن، و جای شکر است که ما قدم های استوارتر و در حساب مستحکمتر را در روند پیش برده چنین برنامه که با همکاری موسسات خصوصی و دولتی و نهادهای دولتی و خصوصی که همراه ما همکاری داشتن ما پیش میریم. و یک نکته ای که خیلی خوب است یادآور شویم، مسئولین دولتی، شورای ولایتی، خود مقام ولایت بلخ از این برنامه خیلی خوب استقبال کردن و خیلی شایق به این بودن که همراه ما همکاری داشته باشن. ما برای او ده کسایی که واقعا دنبال پیشرفت هستن، به خاطر از اینکه دانشمندا میگه تا انسان سخن نگه شناخته نمیشه، یعنی یک انسان وقتی حرف میزنه در محتوای حرف و در قدرت کلمات او یعنی چیزهای نهفته است که ناخودآگاه طرف مقابل تحت تاثیر قرار میگیره. به این است که یعنی سخن گفتن از خود یک راه و اصول اساسی داره که
هر شخص در زندگی خود باید یک سخنور باشد. برنامه شما تا چه حد میتونه که چقدر زمان میشه در بر بگیره و چقدر جوانان تا اون صدای اشتراک بکنه؟ و از دیدگاه شما مثلا چی فکر میکنن؟ چقدر متاثر، چقدر تاثیرگذار است برای جوانان برنامه؟ خیلی یک چقدر استقبال میکنن؟ بله خیلی ممنون. سوالتون واقعا یک سوالی هستن که جواب اکثریت از سوالای اشتراک کنندگان ما میباشه و انگیزه برنامه قسمی که یادآور شدم به خاطر ارتقای ظرفیت و فرهنگ سوزی برنامه های متفاوت است و در قسمت ثبت نام تعداد 200 نفر کمتر فعلا به شکل آنلاین و حضوری در دفتر ما آمدن ثبت نام کرده و برنامه شکل... تون چقدر ظرفیت داره؟ چقدر دیگه میتون جمع بکنین به غیر از تعداد پذیریش چون این برنامه زیاد نیسته، چون واقعیتش هرچی تعداد زیاد باشه به اون شکل مدیریتش سخت میشه. ما یک معیار و یک محدودی را برشان تعیین کردیم که در حدودی 300 نفر بیشتر از اون ما پذیریش نداریم. یعنی ما در حدود 300 نفر پرسنل خود تنظیم کردیم، جای و مکان خود تنظیم کردیم و در این حال تمام تجهیزات و مواردی که لازم میشه در چنین جشنواره ستاره سخن ما ای را در نظر گرفتیم. خیلی خوب است. چقدر از دختر خانم ها در این برنامه تان اشتراک داشتن؟ خیلی یک سوال خوب است. واقعیت ما خودم در لینک همی آنلاین از که ثبت نام کردن در جشنواره ستاره سخن اکثریت دختر خانم ها می باشن، چون که واقعیت نام البته زیادتر علاقه مندی به این داره که یعنی یک سخنور خوب و بهتر باشه و بتانه مثلا جایگاه خود در اجتماع در مدت کم با مصرف نمودن هزینه کم جایگاه خود پیدا بکنم. در اخیر اگر میخوایم که داشته باشیم من پیام میتونم در کلی که تا چند روزی برنامه در بر خود گرفت و چی وقت شروع میشه؟ بله این برنامه در مدت 6 هفته میباشه. قسم براتون در نخست کلام یادآور شدم و فعلا یعنی هفته دومش از سپری میشه، بعد از روند آموزش شروع میشه و بعد از روند رقابت است. دیگه ای که در قسمت پیام ما برای جوانایی که واقعا علاقمند چنین برنامه است، راست ما زحمات خود کشیدیم تنظیم کردیم برنامه را، یعنی زمینه برای پیشرفت از اونا تنظیم شدن. اگر دنبال پیشرفت هستین در مدت زمان کم و با مصرف نمودن هزینه کم، این برنامه یعنی شبیه ستاره افغان می باشه و این دفعه اولش است عین همو چیز تطبیق میشه. ممکن مثلا در قسمت تجهیزات کم ما در حساب فیشن و چی نداشته باشیم، ولی در واقع چنین ایده داره این برنامه به اون شکل تطبیق میشه. یک برنامه خوب است و داورای از این برنامه که هستن اکثرا در حساب ماستر می باشن که استادای دانشگاه هستن، کسایی هستن که نام خدا در سطح ولایت برق یعنی حرف اول را در بخش های فن سخن. داورای برنامه از جمله استاد نصیر احمد نقشبندی زند، استاد میر نقیب الله میرزاد و همچنان سید قمرالدین سادات و داوود حیدری. اینا داورای برنامه ما هستند و انشاءالله داوود حیدری که در شهرداری کار میکنه. بله خیلی داوود حیدری. آلیس خوش آمدین. شکر. خوش آمدین.